با نام و یاد خدا و پروردگار یکتا و بی همتا، با درود و سلام و وقت بخیری خدمت همه شما خوبان سروران عزیزان خوب بامداد خوش صبح همه تان بخیر. امید داریم هر کجایی که هستید از عافیت و تندرستی کامل همچنان برخوردار باشید. پروردگار را سپاس که بر ما زندگی نصیب کرد تا یک ساعت دیگه مهمان خانه های شما باشیم. امید داریم شما همچنان خوش و خوشحال باشید. میخوایم در مورد حفظ آرامش بگویم. مهم است تا متوجه باشیم و در زندگی خود چند مورد خیلی مهم را مد نظر داشته باشیم. اگر میخواهیم آرامش خود را حفظ بکنیم، ابتدا با خود صلح بکنیم. با خود صلح کردن یعنی اعمال زشت و بدی که باعث پریشانی ما یا هم باعث میشه تا ما حالت راحت و ساده خود از دست بدیم، او را کنار بگذاریم. اگر قهر میشیم با کلمه، با سخن، با فرد، با برخورد، خوب است محله را ترک بکنیم، گوشه بریم، یا هم حداقل اگر استاده هستیم بشینیم، اگر نشسته هستیم کمی مختصر استراحت کنیم، یا بریم دستوری خود را با سر تازه کنیم، وضو بگیریم. چه خوب از هر کدام از اینا استفاده کنیم تا آرامش خود را تانسته باشیم حفظ بکنیم. فراموش نکنیم که با حفظ آرامش اول گفتم با خود باید صلح بکنیم. صلح کردن یعنی با خود ای که عقل ما در اختیار دیگران نباشه. چطور؟ وقتی که کسی بر شما دشنام میده، به نحوه شما باید دشنام بدید دیگه، چون دشنام داده. اگر شما دشنام دادین یعنی شما عقلتان در اختیار خودتان نیست، بس در اختیار کسی است که بر شما سخن زشت گفته و قبیح گفته. اما اگر شما خود را کنترل کردین، جای ترک کردین، یا هم تشکری کردین و سخن نیک برش گفتین، پس بفهمین که شما به اراده خود استوار بوده و عقلتان در اختیار خودتان هست. با این کار میتونین که مستند و مستدل و با فکر زندگی بکنین. انسانی باشین هوشیار، بیدار، سرزنده و زندگی داشته باشین در آرامش و در رفاه و آسایش. با دیگران هم صلح بکنین، کسانی که در اطراف شما هست، کسانی که در گرد و بر شما هستن و زندگی میکنن. چطور با اینها صلح بکنین؟ ببینین وقتی که شما زندگی میکنین، فراموش نکنین که در وقت زندگی کردنتان انسان‌های خوب و بد زیاد میان میرن. هر کس به دیدگاه و تصور خود به طرف شما میبینن، نه به تصور شما چنان که شما تصور دارین. هر کس از شما برداشتی را داره که پیش خود پندار میکنه و برداشتی که شما از خودتان دارین او بهترین هست. فراموش نکنین که خدا هم میگه با یاد خود خدا پس تو میرسی به آرامش. نکته که خیلی مهم است در مورد دیگران و در مورد خالق ما، گفته بودم که پروردگار داریم که از مشکلات ما کرده بزرگتر هست. وقتی که خالق ما بزرگتر باشه، پس مشکلات که هیچی نیست. فکر بکنیم، با فکر کردن یا هم تفکر ما به آرامش میرسیم. یک بار اگر ما با خود فکر بکنیم به این کائنات، به این پهناور، به بزرگی آسمان ها و زمین، با این پهنایی که داره، در چه حد، در کجا خود را پیدا خواهیم کرد؟ به بزرگی آسمان ها، این که آفتاب صد برابر زمین بزرگ است، پس موقعیت ما در کجا هست؟ موردی است که ما را به تفکر مندازه و جایگاه خود را مشخص می‌سازیم. پروردگار هم نظر به نیاز، یک بار ما پروردگار را یاد می‌کنیم در آسایش، پروردگار بر ما نعمت ها را می‌ده. یک بار در سختی ها بر ما آرامش می‌ده و در هر مرحله. خوب است که ما این نکات را در زندگی خود داشته باشیم و مد نظر بگیریم و به پیش بریم. مطمئن باشین رفاه و آسایش بر شما توسط خودتان میرسن. این خودتان هستین که در زندگیتان رفاه و آسایش را بر خود یا هم آرامشتان را حفظ میکنین و محیط را در امن و امان برتون میسازین. خوب است یک گیلاس چای، یک محل آرام، یک سکوت مکمل شما را به آرامش میرسانه. گهگاهی که آرامشتان از بین رفت، برین در جایی که کسی نباشه، فضای سبز، آبشار زیبا، یک گلاس قهوه یا هم چای و شما تک تنها، که این به خود تأمل بکنین، تدبر بکنین، ببینین که چطور به آرامش میرسین. موردی هست که هر کدام ما به خود آرزو میکنیم ای کاش در این شرایط بر ما مساعد جا. میتونین خودتون این زمینه را مساعد بسازین. اگر آبشار نیست، خانه‌تان خواهد جای خوب زیبا، در اتاق تنها برین، بهترین چیزها را ببینین. مواردی که شما را خوشحال میسازه، به طرف از اون نگاه بکنین، چهره تان را شاد میسازه، شما هم باش خوش میشین. میریم و میان برنامه میگیریم و در ادامه بامداد همراه من باشید و ما را فراموش نکنید.
برام خدا و عرض سلام خدمت شما. صبح شما بخیر دوستان عزیز. در این بخش برنامه مهمان دارم، مهمان ما کبیر خوشبین، مسئول برگزاری مسابقات پارا المپیک هستند و در رابطه با حضور ورزشکاران پارا المپیک افغانستان در ژاپن صحبت میکنند. خوش آمدید به برنامه آقای خوشبین. خوش باشید. ما هم منو بخیر، سلام های خدمت شما بنده عزیز تقدیم میکنم که باز هم در شرایط دشواری که متاسفانه ورزشکاران ما با بسیار روحی پایینی که به مسابقات توکیو رفتنی خیلی مشکلات خیلی زیادی را در افغانستان خصوصا در میدان هوایی دوچار شدن و در ضمن دو ورزشکار معلین ما که در رشته اتلتیک و سن رسولی و در بخش پارا تکواندو زکیه خدادادی که اینا در جریان یک سال بسیار از آمادگی خوب برخوردار بودن، بالای اینا زیاد زحمت کشیده بودیم، اما وقتی که تحولی که در کشور ایجاد شد خودم و فامیل زکیه خدادادی در هرات بسیار به شکل به حساب آواره شدن، طرف کابل آمدن. زکیه خدادادی اما قطعونستیم که به همکاری تربیت بودن. زکیه در کدام ولایت افغانستان زندگی؟ هرات. هرات. اون وقت طالبا بالای هرات حمله کرد، زکیه را زود در تیاره تکت کردیم، زود کابل آمد. یعنی او طرف فامیل از اینا آواره بود و در زم کابل هم به شکل یعنی تحولی که حکومت امارات آمد ورزشکاران اردو پوش ما بسیار روی خدا از دست دادن. یعنی هیچ امیدی نبود که ما در بازی های پارالمپیک توکیو اشتراک کنیم. ولی باز بله، هم پرچم افغانستان فقط یک نفر حمل میکرد و بدون هیچ ورزشکاره. بله باز. و بعدش چگونه دانستن که برن از میدان هوایی کابل باز هم با همکاری دبی و بعد از او به ژاپن محترم پارالمپیک آسیای جهانی و خصوصا سکرتر جنرال پارالمپیک افغانستان استاد محترم خادمدین علایار و معاونش آریان و خود رئیس پارالمپیک افغانستان عبدالحسین ساری زیاد تلاش کردند که روابط های بین المللی که داشتیم در یک از پروازهایی که از کابل به فرانسه بود به همکاری اینا تکتایشان و حساب ویزایشان بوک شد، اینا رفتن به فرانسه، از فرانسه پس رفتن استرالیا، از استرالیا دوباره اینا برگشتن به توکیو. اگر ما در این بازی ها هم اشتراک نمی کردیم بر همیشه پارالمپیک افغانستان با بلک لیست جهانی می رفت. ما شنیده بودیم که از دبی باز ژاپن رفتن. نه خیر، اونا رفتن فرانسه، از فرانسه دبی رفتن، از فرانسه استرالیا رفتن، از استرالیا دوباره به چیز به بسیار زحمت دیدن. بله بسیار مشکلات را دیدن. در این قدر وقتی که گذشت زکیه خدادادی تمریناتش چگونه بود؟ در رابطه با تمرینات زکیه صحبت میکنیم. زکیه امروز مسابقه داره. بله خوشبختانه زکیه خدادادی یکی از مدال‌آوران خوب پارالمپیک افغانستان است که اینا در کارنامه خود دو مدال داشته که یکی مدال نقره جام بین المللی مصر داشت و یکی مدال برنز از لبنان داشت. اینا آمادگی خوب تحت فدراسیون تکواندو و پارالمپیک اینا تمرینات خود با تیم پارا تکواندو افغانستان پیش می برد. بله. که قرار است امروز زکیه خدادادی به نمایندگی از پارالمپیک افغانستان در این رویداد بسیار معتبر جهانی که خیلی مهم است اشتراک میکنه که اولین بازیشون با ازبکستان است. اگر اینا بتانن ازبکستان از پا در آورد میتونه باز با کشور مغولستان در مجموع چند مسابقه میداشته باشه؟ در مجموع سه مسابقه. سه و پس از دو مسابقه به مسابقه سیومی به فاینل و به برنز میرسه. بله بله. خیلی خوب، امیدوار است که مدال بگیره. تا حال ورزشکاران پارالمپیک مدال کسب نکرده است مسابقات پارالمپیک. خوب در بازی پارالمپیک تا کنون مدال به دست آورد، اما خوب درخشیده. اما خوشبختانه در شرایطی که ما امروز قرار داریم خوشبختانه به نمایندگی افغانستان سه ورزشکار برتر پارالمپیک در بخش آبازی عباس کریمی از امریکا اشتراک کرده ای بازی ها و دو ورزشکار ما حسین رسولی و زکیه خدادادی در رشته فاصله 100 متر و تکواندو اشتراک کردن. و جای افتخار است برای
اداره ورزش افغانستان و پارالمپیک افغانستان که ما روز بروز به فعالیت های ورزشی در حال رشد هستیم. در گذشته ها ما با نمایندگی از افغانستان یک نماینده می داشتیم در بازی پارالمپیک و امروز خوشبختانه ما توانستیم برنامه های خوبی که داشتیم، رابطه های خوبی که داشتیم، فعالیت های خوبی داشتیم، توانستیم در این بازی ها 3 ورزشکار با در این رویداد مهم اشتراک کنند. حالا 2 ورزشکار است، حسین رسولی. 3 ورزشکار، عباس کریمی در بخش بازی است. عباس کریمی که 8م شد. بله، و حذف شد. فعلا 2 ورزشکار ما باقی مانده. 1 ورزشکار ما مانده که زکی است. زکی خدادادی است. امیدوار هستیم که به مدال برسه. زکی حداقل یک مدال برنز بگیره. اگر چی خیلی سخت است. در رابطه با حسین رسولی صحبت کنین. حسین رسولی در کجا زندگی میکنند؟ تمریناتشان چگونه بود؟ خارج از کشور هم رفتن به تمرینات یا خیر؟ آمادگی هایشان برای پارالمپیک چگونه بود؟ خب حسین رسولی یکی از ورزشکاران جوان پارالمپیک افغانستان بود که اینا در سال 2018 در بازی های جاکارتا هم توانسته بود به جایگاه 5م برسه در فاصله 100 متر، ولی باز هم به تیم فنی کاری که داشتیم اینا انتخاب شدن چون هم جوان بودن هم میتونستن برای افغانستان و بازی های بعدی از آمادگی خوب برخوردار باشن و همین خاطر اینا به این بازی ها انتخاب شده بود و مشکلات روحی که بالای تمام ورزشکاران ما که داشتند هم به خاطر مردمش و هم به خاطر فامیلش و حکومت که امارات آمد بالای تاثیرات منفی بالای ورزشکارای روحی شون بسیار به شکل پایین آورده بود، نمیتونستن یعنی به فکر آرام یا امو میاری که به حساب اونا تعیین کرده بود مسابقه کنند، چون از لحاظ روانی خیلی روح روانشان نارام بوده. بله، خب در مجموع در افغانستان جنگ است و جنگ بود، مردم نارام بودن از او خاطر و ای که با ورزش فعلا مشکل ندارن و پس از مسابقات پارالمپیک برنامه های شما چگونه است؟ خب با ورزش هم وقتی حکومت یک امارات آمد خیلی خسارات با ورزش افغانستان ایجاد شد، بخاطر که ما در بخش بانوا هم یعنی دستاورت های بزرگی در سطح جهان داشتیم در رشته های مختلف و در بخش پارالمپیک هم شد وقتی که طالبا به افغانستان آمد. برنامه های آینده تان بر مسابقات بعدی چی است و خوب تمرینات و حضور ورزشکاران در میادین بین المللی؟ خوب ما اگر پدرسون ریاست تربیت بدنی با همه پدرسون ها اگر هماهنگی خوبی داشته باشه ما میتونیم دوباره با همدیگر و همدوست بودن میتونیم با فعالیت های خوبی داشته باشیم، اما وقتی که طالبا به پارالمپیک هم آمد یعنی بسیار به شکل زشت به شکل دفتر های ما را گرفت و میخواستن اینجا جای نظامی جور کنه، ما بسیار روحی خود از دست داده بودیم و حتی حالا بسیار از ورزشکارا از ترس به پارالمپیک به تمرین نمیه، ما بسیار به مشکلات برای طالبا که به پارالمپیک آمده بودن دفترها را باز کرده بودن و رجونا گفت حالا که ریاست تربیت بدنی هم به کارش آغاز کرد و پس از این مشکلات نخواد باشه چیز یعنی هم بستگی نداشتن، اینجا میخواستن نوزه جور کنن، باز ما به اونا گفتیم اینجا جای ورزش هست جای نظامی نیستن و بسیار مشکلات های اونا از خواهد پس همون جایگاهتان گرفتیم و خود گرفتیم، اما تمرینات چه وقت آغاز میکنیم؟ تمرینات ما اگر اداره ورزش افغانستان خصوصا بخش فنیش به پروسونای دایت بتا ما میتونیم دوباره به همکاری یک دیگر فعالیت های خود آغاز کنیم. فدراسیون جهانی به شما چی گفته؟ فدراسیون جهانی تا کنون به خاطر از اینکه تمام روابط بین المللی چون از طریق سفارت هایی که در افغانستان است با اونا میتونیم همبستگی داشته باشیم و در این اواخر یک جلسه عمومی در سراسر جهان که در خود پارالمپیک در توکیو برگزار می شود به نمایندگی افغانستان سکرجان جنرال ما صحبت میکنه که اونا چه همانگی هایی به پارالمپیک منشته باشه، چه برنامه هایی داره که تا کنون واگذار نشده. قربان شما، خوشبین صاحب، تشکر از اینکه آمدید در برنامه. تشکر از شما هم شما. سلامت باشین. دیشب بعض مسابقه برگزار شد و در مهمترین دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 قطر پرتغال به مساف ایرلند رفت. رونالدو کاپیتان پرتغال در این دیدار حضور داشت و 109 گله بود.
و در این دیدار همگی منتظر ازی بودند که رونالدو گلزنی کنه و 102مین گل خود به ثمر برسانه و ریکارد علی دایی ایرانی را بشکنه. علی دایی 109 گل در لباس تیم ملی ایران به ثمر رسانده و رونالدو هم در یورو 2020 دانست که خودش به علی دایی برسانه، اما یک گل دیگر نیاز داشت تا به این ریکارد برسه. رونالدو در دقیقه 90 در حالی که پرتغال 1-0 بازی را باخته بود گل را زد و جبران کرد نتیجه را و 1-1 مساوی شد و در دقیقه 95 گل دوم را نیز رونالدو به ثمر رساند و حالا تنها بازیکن تاریخ دنیای فوتبال است در لباس تیم ملی 111 گل به ثمر رسانده. در دیگر دیدارها هم به مساف یک دیگر رفتند. تیم های ترکیه و مونتینگرو دو دو مساوی کردند. فرانسه پس از درخشش ضعیف در رقابت های یورو 2020 با حریف خود بوسنیا 1-1 مساوی کرد و همچنان نتایج خوبی نمیگیره در این وقتا فرانسه. اسرائیل 4-0 جزایر فارو را شکست داد. اتریش 2-0 مولدووا را شکست داد. هالند 1-1 با نروژ مساوی کرد. کرواسیا 0-0 با روسیه مساوی کرد و اوکراین هم 2-2 با قزاقستان مساوی کرد. مهمترین دیدارها امشب هم برگزار میشه. بلاروس ایتالیا و جرمنی و لختنشتاین، انگلند و هنگری. انگلند و هنگری یکی از دیدارهای جذاب امشب است که ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان برگزار میشه و رونالدو هم پس از گلزنی در برابر ایرلند گل دوم را که زد پیراهنش کشید، کارت زرد گرفت و کارت زرد باعث شد که بازی با آذربایجان از دست بده. بازی بعدی پرتغال با آذربایجان است. تشکر از شما عزیزا. این بود بخش ورزشگاه خدمت شما تقدیم شد. بازم خوش آمدید عزیزان بیننده. دام برنامه بامداد خوش هست و با شما در برنامه هستیم. با من در برنامه تهمینه قادری روانشناس کودک هست و صحبت میکنیم در مورد فرار کودکان از خانه، موضوعی که خیلی مهم هست و در روزا هم جارو بحث بارش خیلی زیاد شده. قبل از همه بانو قادری صبح شما بخیر، خوش اومدین. صبح شما هم بخیر، صبح بینده های عزیز هم بخیر میگیم. سپاس از حضورتان. چرا کودکان از خانه فرار میکنن؟ خب یک سوال بسیار زیاد مهم است و سوال بسیار زیاد عمده که واقعا جامعه ما از این متاثر هستند. خب قسمی که همه ما میفهمیم خانواده اولین مکتب است و طفل در بین خانواده شکل میگیره و چیزی که بسیار زیاد مهم است در بین خانواده محبت است، محبت والدین است و طفل زمانی که سیراب محبت از والدین خود شوه و همه خالیگاه قسم درست در وجود خود تکمیل بسازه، گمان میکنم که اولین پیشرفت در مقابل تربیه کودک محبت والدین است به اطفال و این تأثیر هم داره. پس وضعیت، آیا وضعیتی که مثلا ما فعلا در قرار داریم تأثیر میکنه بالای کودکان که خدای نخواسته به یک حالت هم برسن؟ بله، فعلا قسمی که هم ما شما میبینیم وضعیت بسیار زیاد مخشوش کننده است و یگانه خاص ما از والدین محترم امی است که امکان داره که در بین خانواده مشکلات پیدا شوه، امکان داره که در بین جامعه ما مشکلات پیدا شوه، اما وظیفه والدین در این قبال چی است که ما توجه خود به اطفال خود خاصتا داشته باشیم که اطفال ما از این مشکلات متاثر نشن. کوشش کنیم که اخبار شروع اطفال
حال خود مشاهده نکنیم و یا ای که زمانی که همراه بزرگا همراه اعضای خانواده نشسته در بعضی مواردی که مشکلاتی که در جامعه وجود داره و یا ای که در بین خانواده وجود داره در پیش روی اطفال خود بازگو نشیم، چون اطفال عکاس هستن و تمام چیزهایی را که از والدین میبینن اونا را جذب میکنن و اینا هم میتونن متاثر شون. بعضی اوقات میگن طفل اصلا نمیفهمه، نه خیر نه، طفل میفهمه، بسیار خوب هم میفهمه. از این خاطر ما زیاد زیاد باید بکوشیم که اطفال خود با جملات منفی، با اوضای منفی که در خانواده وجود داره و یا در جامعه وجود داره، اطفال خود متاثر نسازیم. این اطفال به زودترین فرصت نسخه برداری میکنن، پس الگوگیری اطفال از بزرگان دا چقدر است؟ خصوصاً این بحث فرار از خانه توسط یعنی کودکان که فرار میکنن در بزرگان خیلی هم مطرح است. یعنی چطور تاثیر داره بالای کودکان؟ تاثیر زیاد داره. امی موضوعی را که زیادتر من میشنوم و از سوالا هم پیدا میشه در بعضی سمینارهایی که از ما پرسان میکنن، امی است که میگن و یکی که خود ما هم میبینیم در بین جامعه، طفل اصلا نمیفهمه، نه خیر نه، طفل بسیار زیاد خوب هم میفهمه و اگر اونا مصروف بازی هم باشن ما در بین خود صحبت کنیم از موضوع خوبتر میگیرن و اینمی است که متاثر میشن و ما قسمی که گفتم زیاد زیاد بکوشیم که جملات منفی و مسائل را که هیچ مربوط اطفال نمیشه شروع از اونا اوقدر زیاد تشریح و یا بازگو نشیم، کوش کنیم زیادتر توجه ما به اطفال باشه. از محبت والدین باید اونا سیراب شون و نگذاریم که اونا تنها باشن، به اطفال خود وقت بگذاریم. چرا یعنی نگذاریم بانو؟ هر قدر که طفل تنها بود اونا مقدر است که اونا از تربیه والدین دور میشن و تربیه سالم نمیگیرن و هر قدر ما وقت خود با اطفال بگذاریم طفل خود خوبتر میشناسیم. اونا اون وقت است که ما محبت برشان میدیم، حتی در بین خانواده میتونیم که امرای سامانای بازیشان خود نقش بدیم، امرایشان بازی بکنیم، از اونا بپرسیم که ما در اینجا چی رول دارم. اما وقت است که ما طفل خود شخصیتشان میشناسیم، اونا بالای ما بگذاریم که امر بکنن، کار بکنن و امرشون بازی بکنیم، همین وقت است که درون طفل میتونه که طفل درون خود بر ما بگه و ما با طفل خود هر قدر نزدیک باشیم اونا ما قدر میتونیم که محبت به طفل خود بدیم و توجه والدین بسیار زیاد مهم است به اطفال. همین است که اگر طفل ما را قبول بکنه، محبت از محبت ما سیراب شوه، یعنی اتر مسائلی که در جامعه هست که طفل از خانه فرار میکنه انشالله که کمتر میشه در جامعه ما و توجه والدین بسیار زیاد مهم است در بین خانواده. مهم است و بانو قادری، ما مثلا خانواده ها معمولا میخوان که اطفال خود را در کنترل داشته باشن، خصوصا عقلشان را در اختیار خود بگیرن، چیزی که میگن باید اجرا شود. آیا این کار درست است؟ نه خیر نه، ما بگذاریم که اطفال از اطفال خود بشنویم، اطفال خود اجازه بدیم که اونا گپ دل خود بر ما بگوین. در بین خانواده اونا هم یک شخصیت هستن، در هر مراحل سنی ارتباط با اطفال فرق میکنه و همیشه ما ایره میگیم که ما باید مطالعه داشته باشیم، در مورد اطفال بدانیم و امی که ما امرای اطفال خود چه قسم پیش برخورد کنیم ایره باید ما بفهمانیم خود و ای که در بین خانواده همیشه ما حالت آمرانه داشته باشیم نمیتونیم یک تربیه درست و سالم به اطفال خود بدیم. هر قدر که ما طفل خود وقت بدیم، اجازه صحبت کردن بدیم، اینمی است که ما میتونیم طفل خود بشناسیم و با او محبت درست بدیم. یک مورد مهم در جامعه افغانی ما خود مروه جمعی است که خورد خانه بودی کل کار را باید انجام بدی، پس در این راستا چی تاثیر میتون داشته باشد بر فرار کودکان از خانواده یا هم توجه نکردن به بزرگان خود؟ بله، طفل خسته میشه واقعا، میبینیم اطفال واقعا از این مسئله خسته هم هستن و میگن بعضی اصطلاحات هم هست که خورد خانه باشه و بعضی مسائل میگن، نه خیر نه، ما اصلا خود ما در خانه ممثل هستیم. چیزهایی را که به اطفال خود میگیم آیا از خود پرسان کردیم که خود ما این کارا را میکنیم؟ زیادتر صحبت کردن با اطفال طفل خسته میسازد. ما باید تمثیل بکنیم مسائل را که بخواهیم بر اطفال خود یاد بتیم، تربیه بتیم، اول ما بالای خود را تطبیق بکنیم، بعدا طفل خود حتی گهگوی هم شده که بزرگ خانواده خودش شیشته شد میتونه خودش گیل جک را بگیره، گیلاس ها به خود
بریزد. بله بله. خود رمی یلا گلاس ها بریز. بله. پس یه همه تو تایی حد هم بله. یا ای که بعض وقت میبینیم که میگه بسیار آلت عامرانه است که با لحن و جملات منفی با زشت اطفال رویه میکنن، این بسیار زیاد غلط است. دستای خدا باید طفل بشویه. نه خیر، نه، من خودم دست خدا میشویم. طفل مرا الگو گرفته، از پشت من دست خدا میره میشویه. اگر نشستم پس الگو گیری کرده حتما. بله. بعضی زیادتر مسائلی که در بین خانواده است، ما میگیم که اطفال عکاس هستن، عکس میگیرن، ویدیو گیری میکنن. این با ارتباط با والدین است که ما در بین خانواده پدران و مادران چطور تمثیل میکنن. همین است که ما میتونیم یک تربیه سالم به اطفال خود بدیم، نه ای که طفل خدا بشانیم و پیش رویشان پر بگوییم و پر حرفی بکنیم و گپ بزنیم. طفل از ما خسته میشه، بعض وقت ما را قبول نمیکنه. همین است که ما باید تمثیل کنیم، ممثل خوب بر اطفال خود باشیم. آها. نه ای که اطفال خود خسته بسازیم از خود. پس ما در یک محیط سالم چطور میتونیم، یعنی یک محیط را سالم هم بسازیم و دری رشد بکنه کودک ما با تدبیری که نیاز هست؟ باز هم ارتباط میگیره به خانواده که ما چطور میتونیم یک مادر پدر سالم باشیم. ما چقدر در مورد اطفال فهمیدیم؟ گفتم هر مرحله سینی از خود ارتباط مختلف داره که ما با اطفال خود پیش آمد بکنیم. هر قدر که یک مادر فکر بکنه که من چقدر از کدام راه و طریق روش بتانم با اطفال خود ارتباط داشته باشم، یک پدر هم در این مورد سر خود کار بکنه و ارتباط پدر مادر چقدر سالم است در بین خانواده، این هم بسیار زیاد مهم است که ما در بین خانواده چطور با هم صحبت میکنیم و اطفال از ما چی الگو میگیره. ما چطور میتونیم یک فضای سالم در بین خانواده ایجاد بکنیم تا یک اطفال از ما الگو گرفته، پس ما از اونها یک انتظار مثبت داشته باشیم. این زیادتر ارتباط به والدین میگیره، زیادتر به ارتباط به اعضای خانواده میگیره. یعنی همه چیز برمیگرده به پدر و مادر. بله. پس پدر و مادر است که طفل را یا خوب دیوار را آباد میکنن یا هم کچ یا هم درست چنان که نیاز هست. یک مثال از گپ شما رو قطع کنم، ببخشین. مغز طفل مثل یک قوطی خالی است، چیزی را که میاندازیم مایان هستیم که میاندازیم. امی والدین است، پدر مادر است و اعضای دیگه خانواده است که اینا با هم چقدر تفاهم دارن، اینا با هم چقدر محبت دارن، چطور تانستن یک فضای سالم ایجاد بکنن تا بتانیم ما یک طفل سالم به بار بیاریم. خدای نخواسته نه ای که طفل خشن و یا ای که ما از خشونت کار بگیریم. بعض وقت درست از خانواده از بعض مسائل و خستگی بار میایه، ما زیاد باید معتاد باشیم و صبور باشیم. بانو قدری، میخواستم پرسان بکنم که آنچه که شما گفتید حتما خانواده کمی لحظه برنامه را میبینن، به خود میگن که والا چیز در کشور ما، در خانواده ما امکان نداره. بله. برای خانواده شما چی میگی؟ بله، این سوال را که شما از ما کردین در زیادتر سمینار ها ما از این سوال ها در مقابل مواجه شدیم. بسیار هم آسان است، بسیار هم سخت است. این هم ارتباط میگیره به صبورانه بودن ما، که یک چیز را ما باید قبول بکنیم که فعلا ما یک مادر هستم، فعلا ما یک پدر هستم. وظیفه ما چی است؟ ای که در بین خانواده فضای سالم چطور ما ایجاد بکنیم، قبول کردن رول ما در بین خانواده بسیار زیاد مهم است که من فعلا کدام رول بازی میکنم و صبور باشم. وظیفه ما چی است؟ اطفالی که در پیش روی ما قرار دارند، اینا وظیفه ایمانی و وجدانی ما است که من ایرا چطور تربیت بکنم. در بعض مسائل درست است که در بین خانواده بعض مسائل پیدا میشه، اما وظیفه ما صبر کردن و ای که اصل وظیفه ما مادر استم و ای طفل در آینده از ما چی میخواه و دین ما بر ما چی را توسعه میکرده، ما باید با کدام راه و روش اولاد خود تربیه بکنیم. زمانی که به این مسائل خود تسلیم کنیم و از دل قبول بکنیم، اون وقت است که ما هیچ رنج نمیبریم از دیگه مسائل، پشت گوش میکنیم و با وظیفه مقدسی که ما مادر و پدر هستیم و بسیار خوشی میتونیم انجام بدیم، قبول کردن بسیار مهم است. اون چی که شما میگین بانو قدری، آیا نمونه های وجود داره که بر خانواده هایی که فعلا صحبت های شما را شنیدن اونا هم توجه کنن؟ پس از این مقصد می است، یعنی شما از صحبت های شما کدام خانواده ایدال موجود بوده یا هم عملی کردن که نمونه باشه بر باقی خانواده ها؟ بله، آله فعلا نام گرفتنش بسیار زیاد مشکل است. تقریبا من 10 سال است که در بخش روانشناسی کودک کار میکنم، من روی کودک ها هستم. واقعا خانواده ای را روبرو شدیم که بالایشان افتخار کردیم.
یعنی امی که درست است در یک خانم رول های مختلف داره، در جای دختر است، در جای عروس است، در جای مادر است، در جای وظیفه رسمی داره. یعنی هر وظایف خود که ما داریم با وظیفه مسئولیتاش ما را قبول کرده و اولین مسئولیت ما در مقابل خانواده ما چی است این را قبول بکنیم، واقعا خانم های قهرمانی هستن، مادرای قهرمانی هستن که به بهترین وجه اطفال خود تربیت کردن، خانواده خود در آغوش گرفتن، به همچنان پدران و ما بالا از اونها افتخار کردیم و دمی طول 10 سال وظیفه معلمی و مشاوری را که ما انجام دادیم واقعا خانواده‌ای بودن که ما بالایشان افتخار کردیم و امرای خودشان هم شریک ساختیم که شکر که امطور خانواده را ما در جامعه ما داریم. امید دارم بله. که خانواده هایی که شنیدن و بیننده هستن اونا همین نکات را متوجه باشن. نکته پایانی بانو قادری همی که چند توصیه کوتاه و مختصر بر خانواده ها تا پس از این اگر تا الحال متوجه نبودن پس از این متوجه باشن نسبت به کودکانشان، شاید کودکانشان هم که برنامه رو میبینه حتما داد و اعلام میکنن. بله، توصیه ما همی است که صبورانه حرکت بکنیم، از خشونت کار نگیریم، در مقابل اطفال خود به استعلای هم از چیغ زدن کار نگیریم، بگذاریم اطفال ما دنیای درون خود بر ما بگوین، قصه بکنن. زمانی که اطفال ما خوشحال بودم رای از اونا زیادتر کوشش کنیم که از توصیه های ما کار بگیریم، به شکل قصه گویا هم رای از اونا برخورد کنیم، نه ای که شکل آمرانه داشته باشیم و اونا را از خود دور نکنیم. زیادتر چیزی که بر ما کمک میکنه رای محبت است. ما باید اطفال خود محبت بدیم، از محبت خود دور نسازیم، تا حد امکان کوشش بکنیم که اطفال ما با ما نزدیک باشن. زیادتر سوال میکنن که طفل ما در این مرحله سنی که رسید از ما دور است، گپ دل خود بر من میگه، به سنفی خود میگه یا به دوست خود میگه. چرا؟ به خاطر که ما در ابتدا کوشش نکردیم که طفل خود از خود بسازیم، ما هم رایشان رفیق باشیم، نه ای که خدای نخواستم یک ارتباط رسمی داشته باشیم. هر قدر که ما طفل خود در آغوش بگیریم و از پیشانیشان بوسه بگیریم، اونا زیاد ما را حس میکنن، زیادتر با ما نزدیک میشن و رفیق ما باشن، نه ای که رفیق در بیرون کس را پیدا بکنن و خدای نخواسته در آینده ما بعض مشکلات ببینیم باز وقت بسیار زیاد میشه. محبت 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 بسیار سپاس. زیاد خیلی سپاس بانو تهمینه قادری روانشناس کودک و مشاور خانواده، سپاس از حضورتان. تشکر. ممنون از شما و عزیزان بیننده. میان برنامه کوتاه میگیریم و در بخش درمانگاه با همکارمان یلدا علی باشید. سلامت. سلام بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. امیدوار هستم خوب خوش صحتمند و سرحال باشین و دوباره با من یلدا علی و دکتر صاحب عبدالمطلب حامد و بخش درمانگاه خوش آمدین. موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم که بسیاری های از شما هم مثل مرض شکر سر دوچارش هستین و هم نفس تنگی. دکتر صاحب صبحتان بخیر. به نام خداوند یک تا و بار سلام خدمت شما و همه بیننده های وزین تلویزیون طلوع. خوشحال هستم که در یک برنامه با شما هستم. ما هر مهمانی که در برنامه می داشته باشم می خواهیم اولین سوال می باشه که پرسان کنم صبح خود چگونه آغاز کرده؟ صبح معمولا ما باید با نشاط و با شادی آغاز بکنیم و هر اتفاقی که پیش میاد در جریان روز وقتی که ما شب استراحت می کنیم او را باید به باد فراموشی بسپاریم و با خیلی امیدواری بریم به طرف بستر خواب و فردا با یک امیدواری از بستر خواب بلند شیم و زندگی را با خوبی و خوشی آغاز بکنیم. به خاطر که خواجه عبدالله انصار میگه پشت شکسته و ریخته و از دست رفته افسوس مخور. به خاطر که ما هرچی افسوس بخوریم به دست ما چیزی نمیه. بهتر است ما با یک امید و با شاد و شادابی زندگی را شروع بکنیم و امیدوار باشیم. تشکر دکتر صاحب. همون قسمی که من موضوع را ذکر کردم، موضوع ما نفس تنگی هست. به عنوان اولین سوال، نفس تنگی چیست؟ نرسیدن یا کمرسی اکسیژن به ریه ها میشه که نامشه گذاشت نفس تنگی. دو تا دلایل داره، پاتولوژی یعنی مرضی و یا الرژی. هر دو تای از این بحث های بسیار دور و دراز داره که کلیات است و سرش بحث باید شد. در بحث پاتولوژیش میشه که اسباب نفس تنگی را ما یادآور شیم که چه ها سبب میشن که تا نفس تنگی به وجود بیاد. میشه که منشی
الرژی داشته باشه، میشه منشی عصبی داشته باشه، میشه منشی قلبی داشته باشه، میشه منشای تنفسی مثل امراض سی او پی دی، استما و امثال از اینا سبب شود که ما به نفس تنگی یا کوتاهی نفس سر دوچار شویم یا مصاب شویم. در یه آخر در پالوی سایر اسباب کرونا هم اضافه شده که کرونا هم سبب نفس تنگی یا عسرت تنفس یا دیسپنیا در نزد اشخاص افراد میشه و شایدترینش در یه آخر که بیشتر نگرانی ها را به بار آورده همین نفس تنگی هاست که سبب یا از اسباب مرگ میشه و ریه ها کارشان به وجه احسن انجام نمیتونه و وایرسی که از سبب میشه که تا سبب مرگ همه تونه میشه و حال سرصده های موج چهارم هم است که همه فراموش همگی شده و کرونا در مجموع فراموش شده. من سر نفس تنگی کمی بیشتر بپیچیم. استرس سبب نفس تنگی میشه. شما در خانه وقتی که میباشین یا در جریان کار و روز و یک مشکل روبرو میشین که او روان شما را صدمه میزنه، بعد وقتی که خانه میرسین در جریان کار شما متوجه نمیشین. وقتی که خانه میرسین و معمولا سر دسترخوان به خاطر صرف غذا نشسته این احساس میکنین که نفس شما گرفته است، شما باید دمتون راست بکنین، نفس عمیق بگیرین، بعد از لقمه را ببرین به طرف دهن. این میشه که از سبب استرس یا اضطراب نفس تنگی به وجود بیاد. وقتی که ما تمرین بکنیم روان ما آرام شه، حالت عادی بگیره. گفتیم یک آه بکشیم. آه بکشیم میشه. یا بهترین راهش درمان سادیش با اصطلاحاً با یک تیر دو فاختر از شکار میشه بکنیم. هم میشه که روان ما را آرام بسازیم، هم نفس ما را راحت بسازیم. یک تمرین کوتاه را همتون ماگر بکنیم. امیر اقام حالت آرام نشسته داشته باشن و فقط 3 بار نفس عمیق بکشن توسط دماغ نفس بگیرن و پس توسط دهن خارج بکنن. این هم روانشون آرام میسازه و هم نفس تنگیشون دور میکنه. 3 بار یک دم و بازدم عمیق انجام بدن. یقینا این کار میشه که هم روان آرام شوه و هم مشکل ما برطرف شوه. نفس تنگی گاه گاهی ما احساس نفس تنگی در قسمت صدر یا در سینه میکنیم و همراه با درد هم میباشه. این باز میشه که منشه ازی باشه به طرف امراض قلبی ما فکر بکنیم. زمانی که ما درد داشته میباشیم احساس درد میکنیم در صدر و در پهلوی از او ما نفس کوتاهی یا نفس تنگی هم داشته میباشیم، اولین تداوی از این بدرست یا استراحت بستر است. ما اوتوماتیکلی بریم استراحت بکنیم در هر، اگر در کار فیزیکی هستیم یا در هر حالت دیگه که هستیم، اگر میخواییم که ما سالم بمانیم و به یک جای برسیم و ما کمک شد برای خودمون کمک بکنیم، تداوی اول در سطح دنیا فقط بدرست است که ما باید استراحت بستر بکنیم. بعد از او باز میشه اهتمامات دیگه ای که اکسیژن تراپی سوار رساندن به شفاخانه و امثال از اینا هست ما پیش بگیریم. یعنی منشی دیگه هم میتونه امراض قلبی هم سبب نفس تنگی شه. در پهلوی از او سرطان های دیگه هم میشه که سبب نفس تنگی در مرحله پیشرفته شه. متاسفانه در امراض ریوی سرطان هایی که سبب امراض ریوی میشن، سبب از بین رفتن ریه ها میشن، در مرحله اول اعراض علائم نشان نمیتن، اعراض علائم بارز نشان نمیتن که ما به تشخیص برسیم. در مرحله نشان میده که او وقت تداوی مشکل و درد سرساز میباشه. این در مراحل اول نمیشه. یعنی از اسباب نفس تنگی میتونه که سرطان ها هم باشه. در بود الرژی ها اگر بیایم بحث بکنیم، در اینجا یک بحث وسیع است. ما میشه که یکی سوالای ما هم همینجا همی بود که آیا آلرژی هم سبب نفس تنگی میشه، که خوب شد خودتان رفتین سرش. یقینا آلرژی ها سبب نفس تنگی هم میشه و در بعضی موارد خیلی مشکل ساز برای انسان ها میشن. ما منشأ را درک نمی کنیم که چی سبب شده که ما با این مشکل روبرو شدیم. می دنبال داروها میگردیم. در افغانستان یک عرفی که معمول است ما بیشتر تمرکزمون سر دارو درمونی است نسبت به اینکه روان درمونی داشته باشیم. ما اصلا منشأ یابی نمی کنیم، ما اصلا کنجکاو نیستیم که بیایم ریشه های مشکلات پیدا بکنیم، از امراض بعد از او باز اقدام به تداوی بکنیم. در اصول طبابت شاید خیلی همکاران ما بیننده هم باشن و موافق با من نباشن، در طبابت ما دو تا برای هر مریضی استثناء ما کمباینشن داریم. در حالات عادی ما یک یا دو قلم ادویه باید توصیه بکنیم. متاسفانه بعضی از همکارای ما
پلاستیک ها را پر میکنن و این عرف بری شده که هموطنهای ما قناعت نمیکنن. هر قدر پلاستیکشون بیشتر پر شده از ادویه و مو اندازه به دکتر اعتماد میکنن و در غیر از او اعتماد ندارن. مرا کراست طرفای من میگم امیدوار هستم که دوستای و همکارای ما آزرده نشن. چرا امی عرف هست؟ ما بیشتر تبابت نمیکنیم، بیشتر ما متکی به عرف هستیم که طرف خوش بسازیم. ما باید با طرف سازگار نباشیم. ما کار منطقی و طبی است، او را باید انجام بدیم. خب دکتر صاحب، اگه بیم استپ بای استپ پیش بریم، چون بیننده ها میخواین در مورد همین نفس تنگی تمام موضوعاتی که در ذهنشان هست یا تمام سوالاتی که در ذهنشان هست بفهمن یا متوجه شون، بیاین برای ما این را بگوین که علائم نفس تنگی چیست، از کجا بفهمن به نفس تنگی مبتلا شدن. میم سر از این موضوع، شما ببینین وقتی که در یک ماینه خانه ببینین 60 مریض است با 60 رنگ و بو و عطر و امثال از اینا، وقتی که داخل میشین شما میشه ممکن به خاطر یک مریضی دیگه آمده باشین، این سبب شده که شما مصاب به آلرژی شوین و نفس تنگی بر شما پیدا شده. گل هست و سبزه نیز آراسته شده. بله، و همسال از اون مشکلات دیگه. عراض علائم نفس تنگی، شما میفهمین که وقتی اسرت نفس یا تنگی نفس میه، احساس خفقان یا زجرت تنفس به بار میه و شخص وقتی که نشسته باشه یا استراحت بکنه ایالت بیشتر میشه و شخص نارام میشه، خسته و کسل میشه. این از نشانه هایش است. در پهلوی از او وقتی که پیشرفته تر میشه، نفس تنگی بیشتر میشه، ما سیانوز یا کبودی یا رنگ آبی شدن گونه ها و لبه ها را میبینیم و در مرحله پیشرفته، باز شاید در سوالات شما باشن، در قسمت اسما یک بحث خود داشتیم، در بعضی مراحل باز اینا میان کبودی ها بیشتر میشه و از نهایات انگشتان هم وقتی که شما متوجه میشین که کبود شده است. اینی خیلی خطرناک است و وقتی که میخوایم بیننده ها بفهمن که نشانه های نفس تنگی چی است، کوتاه، زجرت تنفس، احساس خستگی و خفگی و احساس ماندگی و خستگی و کسالت و در نهایت امر آبی شدن گونه ها و کبودی لبه ها و نهایت انگشتان، یه از نشانه های بارز نفس تنگی است. دکتر صاحب، ما متاسفانه چون وقت برنامه ما کم است، به عنوان آخرین سوال میخوایم میره پرسان کنم، در چه سنینی بیشتر مبتلا به نفس تنگی میشن؟ بیم خیلی بس تخصیص تر بیم در سر استما. استما یک مریض تشدیدیه ریاض که در سنین مختلف ای ظهور میکنه و بخصوص اطفال تارگت قرار میده یا مورد هدفش است که در سنین 10 سالگی زیر 10 سال بیشتر اطفال مصاب میشن، بچه ها نسبت به دخترها بیشتر در مرض خطر هستن و در سنین کهولت باز خانم ها نسبت به مردها بیشتر مصاب به این مرض میشن. نفس تنگی معمولا در این سن و سال به سبب آلرژی ها و یا سبب مشکلات خود ریه و سبمنتونات میشه که با وجود بیاید، این مشکلات به تبع بار بیاید، میشه سبب نیمونیا یا سینا بغل به بار بیاید، میشه سبب خود استما به وجود بیاید، میشه سبب آلرژی ها به وجود بیاید. اما در افغانستان بیشترین نفس تنگی ها از سبب آلرژی ها بوده و بیشترینش منشی آلرژی ها داشته، کمتر منشی پاتولوژیک داشته. تشکر میکنم دکتر صاحب از اینکه وقتتان امروز رو برای ما دادین. انشالله در رابطه با نفس تنگی کدام وقت دیگه اگر وقت داشتیم به صورت کافی وافی میپیچیم، چون همین عوارض و تداوی و بحث های دیگهش مانده بود. دوستای عزیز، شما را دعوت میکنم به یک میان برنامه کوتاه، بعد از او دوباره همراه همکار عزیزم نجیب الرحمن سمیر باشیم. عزیزان بیننده، باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه بامداد خوش هستیم و با ما در استودیو سمیم، محمد سمیم آزادی هست، سخنران انگلیسی صحبت میکنیم در مورد اینکه چگونه در زندگی خود آرامش داشته باشیم. بیشتر بشنویم از سمیم آزادی. قبل از همه صبح بخیر سمیم جان. صبح شما بخیر، صبح بیننده ها بخیر، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدین. چگونه در زندگیمان آرامش داشته باشیم؟ خیلی عالی. در کل زندگی به آرامش وابسته است. انسانی که آرامش نداره یعنی که زندگی نداره. اگر ما بخوایم که یعنی در زندگی آرامش داشته باشیم، هیچ اتفاق تصادفی به وجود نمیاد. باید خود ما این آرامش را کسب کنیم. یعنی امروزه اکثریت انسان ها هستن وابسته به چیزهایی هستن که آرامششون رو میبینن. یعنی میگن اگر ما پول فرامانی داشته باشم، یعنی یک انسان خوشبخت هستم و آرامش دارم. یعنی صحت ما این طور باشه، من آرامش دارم، یا لسانسم یا درسایم تمام کنم من به آرامش میرسم. یعنی به یک نحوی ببینیم آرامش خود را متکی به چیزهای بیرونی دارم، ولی در ذهن خود همی افکار را جاگزین کرده که من
باید متکی به او باشم. اگر این درجه رسیدم ما آرامش داشته میتونم، اگر این کار ما به نتیجه رسید ما آرامش داشته میتونم. ولی بر بگردیم به این که ما باید آرامش در وجود خود پیدا کنیم. یعنی یگانه راه آرامش در زندگی از دید ما البته که عبادت است، چون که ما روحمان که آرام باشه زندگی ما به نحوی آرامتر می باشه، به گونه خوب پیش می رود. اگر ما روحن یا جسمن آرام نباشیم، یعنی زندگی ما به گونه می گذره که همیشه در چالش هستیم، همیشه در نارامی هستیم. و چی خوب است که ما آرامش را بتونیم از کارهای خوب به دست بیاریم، یعنی از خود بپرسیم که ما چی کارهایی را باید در زندگی انجام بدم که من انسان خوب باشم و یک کارهای نیک را انجام بدم که من بتونم با آرامش دقیق برسم. یعنی هیچ کاری که ما بریم یعنی با سبزه ها یا با موسیقی ما رجوع کنیم که ما بتوانیم آرامش ما را پیدا کنیم، در این صورت نمیتونیم. ما باید به عمق وجود خود پی ببریم، به خدای متعال خود را بسپاریم، چون آرامش واقعی اوج است. زمانی که ما دقیقاً یعنی نزدیکترین حالت انسان حالتی است که انسان میره سجده میکنه، به خدای خود نزدیک میکنه. باید ما با خدای خود حرف بزنیم. این مهم نیست که با چی ادبیات تو حرف میزنی، باید امرای خدا نجوا کنی. دقیقاً باید با خدا جان نجوا کنی، باید بدانی که تو یعنی واقعا قلب تو حس آرامش داره. یعنی روحت نه جسمن بری خدا به عبادت برتی، ولی قلبا تو از خدا چیز نگویی. حضور صاحب، یکی زنده بودن هستی که هم زندگی دقیقا. کردن ما چطور انگیزه بر زندگی کردن پیدا کنیم جدا از یک زنده بله. هستیم انسان ها معمولا ما زنده هستیم، ما شخصی هستیم، یعنی در کره زمین یک جانشین خاصی داریم ما به بله خاطر بله. که جانشین خداوند در روی زمین هستیم باید کرامتی را بدانیم. یعنی همه مخلوقات زنده هستند، ولی انسان که ما اشرف مخلوقات هستیم، این ویژگی هایی را که ما داریم، یعنی به ما این خوب نیست که ما فقط زندگی کنیم. باید زندگی را طوری بسازیم که ما از زندگی باید به خود آرامش ببخشیم. اگر ما زمانی که امید به زندگی نداشته باشیم، ده. آرامش در زندگی نداشته باشیم، یعنی زندگی ما فقط یک جسم متحرک است، ما متحرک هستیم، فقط نفس میکشیم. ولی خوب است به خود ما که ما باید زندگی کنیم به گونه ای که خود ما میخواهیم و خدای ما میخواهد. چون که زمانی که ما کرامت خداوند را داریم، ما جانشین خداوند در روی زمین هستیم، پس چی نیاز است که ما تشویش داشته باشیم، چی نیاز است که ما نگران داشته باشیم؟ چون که زمانی که ما امید ما به خداست، پس دلیل برای نگرانی وجود نداره. حضور صاحب، پس آیا محیط هم تأثیر داره در این که ما بتوانیم آرامش خود را حفظ کنیم؟ دقیقا اکثریت از دوستای ما هستند زمانی که کنار هم نشینیم، ولی اکثر از دوستا البته که یک پلانی را شخصا خودم دارم، من میخواهم که دینی چند ماه آینده یک دستاورد خیلی عالی داشته باشم. بله. ولی دوست مبینی برای من میگه که سمیم جان تو این کار را نکن، به خاطر من تلاش کردم، زحمت کشیدم ولی موفق نشدم. تو هم نمیشی. بله. یعنی یک دید افکار منفی را میده، رویاها آرزوهایی را که من دارم اون شخصا یک حرفی را میزنه که من را میخواه نامید بسازه. اگر ما به محیط، اگر ما به دوست، اگر ما به مردم، شاید مردم والدین ما باشه، شاید مردم برادر ما باشه، هر کسی که باشد، اگر ما اجازه بدیم ما را از مسیر اهداف ما دور میسازه. ما نباید وابسته به محیط، وابسته بر دوست، وابسته به هیچ کس نباشیم، وابسته به خود باشیم و به خدای خود باشیم. زمانی که ما را خدا آفرید این را باید خود ما بدانیم که یعنی جسم ما، روح ما هیچ چیز در مالک بشر نیست. یعنی برنامه هایی که خداوند بر ما داره هیچ شخصی نمیتونه او را از ما بگیره و او را کاری کنه که ما نامه شیم در زندگی. و این بهتر است که به مردم به هیچ کس اجازه ای را نده. روش هایی که تأثیر بکنه در حفظ آرامش تا خوب زندگی بهتر داشته باشیم. دقیقا روش های خیلی بسیاری است که روانشناسان دیدهای خیلی مسئله میگن، ولی من دو چیز در آرامش میخوانم پیدا کنم. یکی که ترس در زندگی نباید داشته باشیم. ترس به دو نوع است، شاید یک وقوع یک پیش بیاید، ترس یک حالت طبیعی است که آدم پیش میاد، ولی ترس از آینده، ترس از یک ساعت بعد نباید انسان داشته باشه. چون که از یک لحظه بعد ما شما آگاهی نداریم. اگر آگاهی می داشتیم شاید مسیر چنج می کردیم. در گوگل مپ می بینیم، یعنی پلان های در گوگل مپ که ما بریم سرچ کنیم می بینیم که آدرس فلانه جای پیدا می کنیم. بله. ولی ما آگاهی نداریم از یک لحظه بعد خود که در زندگی ما چی حادثه‌ای صورت می گیره. و دوم که ما بتونیم به آرامش حقیقی برسیم باید نیمه های شب همیشه با خدا نجوا کنیم. چون دلیل منطقی، دلیل اصلی آرامش واقعی نزد خداوند است. چون قلبن که حس آرامش داشته باشی روحتن جسمن به آرامش می رسی. اکثریت ما انسان ها هستیم به خاطر آرامش جسمی خود میریم تمرین میکنیم که اندام خوب پیدا کنیم و منتظر ازی هستیم که یک ماه بعد اندام ما خوب شد با شاید 4 تا مربی میره بگم او فوق العاده سیستمیم چی یک اندام خوبی داری. آرامش یعنی وابسته به اندامش است.
ولی آرامش واقعی ما باید در قلب ما باشه. چون ما زمانی که یک صدقه میکنیم، یک کار خیری میکنیم، ببینیم آرامش خود به خود در وجود ما شکل میگیره و ما خیلی احساس خوب میداشته باشیم در زندگی. خیلی سپاس محمد صمیم آزادی، سخنران انگیزشی. سپاس از حضورت به بامداد خوش. ممنونتان. ممنون از شما و عزیزان بیننده. آهسته آهسته رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های بامداد. در پایان هفته هستیم و همچنان شما را به پروردگار یکتا و بی همتا میسپاریم. امید داریم که رخصتی خوبی در پیش رو داشته باشین. وقت خوش، خدا نگهدار.